بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران وخواهران بسیار بزرگوار و ارجمندم، خدمت یکایک شما عرض ادب و احترام و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همانطوری که مستحضرید، موضوع نشست های ما در مورد اهل بیت پیامبر علیه الصلاة و السلام می باشند و در دو نشست گذشته در مورد تعریف اهل بیت به لحاظ لغوی و به لحاظ شرعی مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی رساندم. در این نشست می خواهیم ببینیم که زوجات رسول الله علیه الصلاة و السلام به چه دلیلی وارد دایره تعریف اهل بیت می شوند و آیا این که همسران گرامی رسول الله علیه الصلاة و السلام از اهل بیت پیامبر می باشند و یا نه. در این مورد آیه‌ای داریم در قرآن کریم که الله عز و جل در آیه 33 سوره احزاب چنین فرمایش می‌دهد: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. در واقع انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، این قسمی از آیه و یا جزی از آیه کریمه 33 سوره احزاب می باشند. اینجاست که از این آیه کریمه و یا از این جزی از این آیه کریمه و از این فرمایش انما یرید الله گروهی این برداشت می کنند، برای اینکه صرفا این فرمایش منحصر به افرادی می باشد، در صورتی که با نگاه عمیق به قرآن کریم و با نگاهی به آیات کریمه قرآن کریم قبل از انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، قبل از اون آیات رو ببینیم و بررسی کنیم و بعد از اون هم آیات رو ببینیم و بررسی کنیم، اون وقت متوجه می شویم برای این که این فرمایش صرفاً متعلق به همسران رسول الله علیه الصلاة و السلام باشند لا غیر. به آیه 28 سوره احزاب مراجعه بفرمایید. اونجاست که الله عز و جل می فرمایند: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وبعد ازون باز هم فرماين: وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. باز هم خطاب متوجه چه کسانی؟ متوجه همسران گرامی رسول الله عليه الصلاه والسلام. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ملاحظة فرمودید در این دو سآیه مورد خطاب همسران رسول الله علیه الصلاة والسلام باشند. بعد از اون باز هم الله عز و جل می فرمایند: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. باز هم بعد از اون خطاب متوجه
همسران گرامی رسول الله علیه الصلاة والسلام باشند. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، ببینید، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. باز هم آیه بعد مورد خطاب در این آیات کریمه همسران گرامی رسول الله علیه الصلاة والسلام شد. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وطعن الله ورسوله. ببینید کل زمایر در اینجا مورد خطاب زوجات النبی علیه الصلاة والسلام و کل زمایری به کار برده شده زمایر مؤنث می باشند. الان به شاهد اصلی می رسیم. اینجاست که بعد از این چند آیه و این همه زمایر مؤنثی که به کار برده شده، الله عز و جل فرمایش دادن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اینجاست که با آمدن این لفظ مذکر این اشکال پیش آمد، البته برای یک گروهی و یا تعداد افرادی از مسلمانان، وگرنه هیچ گونه اغمازی و اشکالی در این آیات کریمه قرآن کریم مشاهده نمی شود. بعد از این فرمایش انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، همین ضمیر عنکم که به ضمیر مذکر در اینجا اشاره شده، تنها ضمیر مذکری که در این آیات کریمه اشاره شده، اما آیا این ضمیر مذکر شامل فقط افراد ذکور مردها می باشد و یا اینکه این به کار بردن این زمین مذکر در این انما یرید الله یذهب عنکم الرجس شامل زنان و مردان می شود؟ به لحاظ لغت عرب چنان که زمیر مذکری برده شود و این هم در آیاتی چند از قرآن کریم مشاهده می کنیم، برای اینکه الله عز و جل لفظ مذکری به کار برده است و این در لغت عرب مطرح است و اصل لغت عرب هم همین است، یک ضمیر مذکری به کار برده می شود، این ضمیر مذکر شامل مرد و زن می باشد، شامل قشر زنان و قشر مردان می باشند. و در این مورد شواهد زیادی داریم که بعد از اون انشاءالله تعالی به سمع حضورتان می رسانم. اما ببینیم همانطوری که عنوان شد، قبل از انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، قبل از اون چند آیه با ضمایر مؤنث و مورد خطاب همسران گرامی رسول الله علیه الصلاة والسلام شد. ببینیم بعد از این فرمایش انما یرید الله، باز هم آیات به ضمیر و یا ضمایر مذکر عنوان شده است و یا باز هم به ضمایر مؤنث و مورد خطاب همسران گرامی رسول الله علیه الصلاة والسلام باشند. بعد از اون باز هم الله عز و جل همسران رسول الله علیه الصلاة والسلام مورد خطاب قرار می داد و می فرمایند وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. ببینید سیاق آیات ببینیم اون وقت ملاحظه می شود بر این که آیات ما قبل انما یرید الله مورد خطاب همسران رسول الله صلی الله علیه و آله باشند و همچنین آیات بعد از انما یرید باز هم مورد خطاب همسران رسول الله صلی الله علیه و آله. چگونه از روی هوا و هوس و بدون مراجعه به قرآن و سنت بیاییم و از همین جمله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا
همسران گرامی رسول الله علیه الصلاة والسلام از دایره اهل بیت خارج کنیم و اهل بیت را منحصر و محدود کنیم به تعداد چند نفر و اون هم فقط بنا به استدلال به یک ضمیر مذکر که در این آیه عنوان شده است، در صورتی که همان طوری که عنوان شد آیات کریمه زیادی داریم، برای اینکه خطاب، ظاهر خطاب، خطاب به قشر مردان هست و با لفظ و با ضمایر مذکر آمده است، اما هر دو قشر زنان و قشر مردان مورد خطاب قرار می‌دهد. به عنوان مثال الله عز و جل می‌فرمایند یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، تا آخر آیه یا ایها الذین آمنوا. آیا می‌شود چنین برداشتی کرد بر اینکه به خاطر اینکه این لفظ مذکر آمده است یا ایها الذین آمنوا صرفاً فقط بگوییم این خطاب ربانی فقط برای قشر مردان می باشد و این خطاب یا ایها الذین آمنوا قشر زنان شامل نمی شود؟ چنین نیست. باز هم یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله، باز هم خطاب در اینجا یا ایها الذین آمنوا و آیات دیگری و آیات زیادی در قرآن کریم همچون داریم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. باز هم با همان لفظ و همان ضمایر مذکر این آیات کریمه قرآن کریم عنوان شده است. هیچ کس نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد بر این که مورد خطاب آیاتی که در اونها آمده است یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا ولتنظر نفس و الی آخره، مورد خطاب فقط قشر مردان هستند، لا غیر، چنین نیست. پس به این نتیجه مسلم می رسیم بر این که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این لفظ مذکری که در اینجا عنوان شده است شامل زنان و مردان می باشد. و همچنین آیه دیگری داریم، الله عز و جل می فرمایند و مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، بعد می فرمایند و صدقت بكلمات ربها و كتبه و كانت من القانتين. توجه بفرمایید، خطاب در اینجا در مورد مریم است و مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. توجه بفرمایید بلفظ و بکلمه قانتین، الله عز وجل خطابش به مورد خطاب این آیه مریم علیه السلام باشند، اما در نهایت آیه، در انتهای آیه و در آخر آیه الله عز وجل فرمایش دادند و کانت من القانتین. با توجه به سیاق آیه و خطاب به قشر زنان است، به مریم علیه السلام باشند، بایستی که و کانت من القانتات عنوان می شود، اما الله عز و جل فرمایش داده است و کانت من القانتین، چرا که تا این که الله عز و جل از این جمله قانتینی که در اینجا فرمایش دادند، این فضیلت قشر زنان و قشر مردان شامل او شود. پس به لحاظ لغت عرب هیچ مشکلی نیست، برای اینکه
کلمه مذکری به کار برده شود و مورد خطاب زنان و مردان باشند. و این هم در قرآن کریم و هم در سنت نبوی و هم در لغت عرب عنوان شده است. این آیه کریمه قرآن کریم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و اهل البيت، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وطهركم تطهيرا، صرفا فقط بخاطر زوجات رسول الله عليه الصلاه والسلام نازل شده است. يعني این آیه دلالت مستقیمی دارد بر اینکه همسران رسول الله عليه الصلاه والسلام از اهل بيت می باشند. و این آیه کریمه با توجه به سیاق آیات قبل و بعد از اون فقط مورد خطابش همسران رسول الله علیه الصلاة و السلام باشند. اما اهل و فامیل و خویشاوندان رسول الله و دیگر افراد رسول و دیگر افراد اهل و فامیل رسول الله صلی الله علیه و السلام از احادیث نبوی برداشت می شود بر این که اونها از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و السلام می باشند. این آیه کریمه که در قرآن کریم عنوان شد متعلق به همسران رسول الله صلی الله علیه و آله باشند. و حدیث دیگری داریم به نام حدیث کسا که ارتباط مستقیم دارد به اهل کسا. و در این مورد یک سبب نزولی ببینیم که این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیا این آیه و یا بهتر بگم جزی از آیه این جمله قبل از حادثه کسا نازل شده است یا بعد از حادثه کسا؟ این مورد بسیار مهم در مورد همین آیات کریمه و در مورد حدیث کسا ان شاء الله تعالی این امر مهم به نشست آینده موکول خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.